برای بحث بیشتر در مورد گزارش شورای امنیت ملل متحد محترم نعیم پویش، اشغالگر سیاسی و دیپلمات پیشین را در برنامه با خود داریم. آقای پویش بسیار خوش آمدین. موضوع تدریجی و تطبیق حملات دهشت افکنی بحث آشنایی هست که در گذشته طالبان همواره مسئولیت همچو حملات را عهده‌دار شدند. اکنون اگر بحث تعهدات حکومت طالبان را یک طرف بگذاریم، اصلا این گروه فکر میکنن توانمندی مهار این موضوع را دارن یا خیر؟ با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز شما، من فکر میکنم از یک جهت داره به دلیل از این کنترل کل افغانستان دست طالباست و از جهت دیگه نداره به دلیل از اینکه ایدئولوژی و فکر طالبا فکر تروریسم و افراطگرایی اسلامیست و بر بنیاد از این فکر طالبا به وجود آمد و زمانی که فکر و ایدئولوژی را به یک سو بمانه طبیعتاً ماهیت وجودی طالبان زیر سوال خواهد رفت و احتمالاً طالبان زیاد از مدنه خود دست خواهد داد. اقتدار بسیار کثیر از طالبان به گروه‌های تروریستی دیگر مثل آیسیس غیره خواهند پیوست و طالبان به این مسئله بسیار خوب واقف هستند. در گزارش آمده که 5 مدرسه القاعده در ولایت‌های لغمان، کنر، ننگرهار، نورستان و پروان فعال هستند. آقای پیش، طالبان همیشه به بحث تمامیت ارضی افغانستان بسنده کردند، اما برعکس داعش و یا دیگر شاخه‌های وابسته به القاعده خواستار انشعاب و گسترش هستند. فکر می‌کنین گزارش چه بازده‌ای به کشورهای منطقه دارند؟ گزارش در واقع گزارش بسیار جالب است، به دلیل از اینکه ما میفهمیم که گزارشات ملل متحد چطور نوشته میشه. گزارشات انفرادی کشورهای عضو ملل متحد یک جا میشه توسط تیم تحقیقاتی ملل متحد و گزارش تولید میشه و ما اینجا میبینیم پیوند بسیار جدی بین TTP، القاعده و طالبا بسیار برجسته شده. معلومات بسیار بسیار دقیق از تمام افغانستان است و نشان میده که در گزارش قسمت اعظمی معلومات توسط پاکستانی ها آماده شده و با هدف از اینکه TTP رو بسیار یک خطر بسیار مهم در منطقه و جهان نشان بدن و در این حال دقیق بودن معلومات هم نشان میده که هیچ کشور بجز پاکستان او تسلط استخباراتی رو بر افغانستان نداره که تا این اندازه بتونه معلومات دقیق به دست بیاره. بنابراین ما میبینیم که یک نوع حضور بسیار برجسته القاعده و TTP در افغانستان نشان داده شده در گزارش و این به معنای عزیز که طالبا با وجود از اینکه از حاکمیت ملی صحبت میکنن همچنان میزبان گروه های تروریستی بسیار مهم به سطح جهان هستن به خصوص القاعده. شما اشاره به حاکمیت طالبان داشتن. طالبان بر اساس توافقنامه دوحه با ایالات متحده متحد شدند که روابط خود با القاعده و سایر گروه های دهشت افکن قطع کردند و مانع فعالیت های آنها در افغانستان شدند با کشته شدن الزواهری در قلب کابل و گزارش های از این قبیل که ما شاهدش هستیم. فکر میکنید ما شاهد برخورد متفاوتی از سوی آمریکا و جامعه جهانی بعد از نزدیک به 3 سال باشیم؟ من فکر نمی کنم تا انتخابات تغییر جدی در سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال طالبا وجود بیاید. بعد از انتخابات و احتمالاً رئیس جمهور بعدی شاید بعض تغییرات در رفتار و سیاست خود نسبت به طالبا داشته باشه، اما طالبا تعهدشان بیشتر این بود که از خاک افغانستان علیه منافع آمریکا استفاده نخواهد شد و این تعهد نداشتن که نیروهای خارجی داخل خاک افغانستان اجازه نخواهند داد. سپاس فراوان. ممنون از شما جناب آقای نعیم پویش، دیپلمات پیشین و تحلیلگر امور سیاسی که در برنامه وقت گذاشتن و حضور یافتن. ممنون.